سلام بچه ها من علی هستم و خیلی ممنون که کانال گراف باز رو تماشا میکنید تو ویدیو امروز میخوام یه موشن گرافیک ساده بهتون یاد بدم که بتونید به این شکل اسم خودتون رو بنویسید یا اسم کانال رو یا پیجتون رو بنویسید و در پایین ویدیوهاتون قرار بدید خب بریم شروع کنیم افتر افکت رو باز میکنیم و یک کامپوزیشن جدید ایجاد میکنیم اسمشو میذاریم مین اندازه 1920 در 1080 سی فریم و یک دقیقه اوکی خب یک تکست جدید ایجاد می کنیم این رو در مرکز قرار میدیم از منوی افکت اند پریست میایم افکت drop in by character رو انتخاب میکنیم و روی تکستمون قرار میدیم کلید یو رو میزنیم تا کیفرمامون رو نمایش بده و میخواییم که در واقع طی دو ثانیه تکست ما بیاد پایین ببینید الان به این شکل میاد خب ولی ما نمیخوایم در واقع این بالا نمایش داده بشه چی چیکار میکنیم اینجا کلیک میکنیم تا تکست ما از حالت انتخاب خارج بشه نیو نه نیو نه میاییم از این بالا رکتنگل تول رو انتخاب میکنیم فیل میخوایم باشه استروک نیازی نداریم پس رو استروک میزنیم و نان رو انتخاب میکنیم و یک مستطیل در واقع دور تکستمون میکشیم و حالا ترکمت تکستمون رو روی در واقع آلفامت قرار میدیم به این ترتیب فقط در داخل مستطیل نمایش داده میشه به این شکل خب تکست رو انتخاب میکنیم یه بار دیگه کلید یو رو میزنیم تا کی فریم رو ببینیم هر دو کی فریم رو انتخاب کنیم راست کلیک کی فریم اسیستنس و ایزی ایز و به این شکل حرکتشون هم نرمتر میشه خب مرحله بعدی این هست که دوباره اینا رو از حالت انتخاب خارج کنیم یعنی یک جای خالی کلیک کنیم و ابزار پن تول رو از این بالا انتخاب میکنیم این دفعه به فیل نیازی نداریم یعنی روی فیل کلیک میکنیم و نان روی استرو کلیک میکنیم و سولید کالر رو انتخاب میکنیم رنگش رو من سفید انتخاب کردم و زخامتش رو هشت حالا یک خط به دلخواه اینجا رسم میکنیم یعنی از اینجا به این شکل. حالا این رو به شکل دلخواه مثلا من به این شکل یه خط رسم کردم. شیپ رو وا کنیم و از قسمت اد تریم پث رو انتخاب می‌کنیم. به ابتدای کلیپ برمیگردیم. تریم پث رو وا می‌کنیم و اند رو خاصیت اند رو روی صفر در درصد قرار میدیم و یک کی فریم براش میذاریم به حدود دو ثانیه میریم جلو و اند رو روی 100 صد درصد قرار میدیم حالا به ابتدای کلیپ برمیگردیم و از این در واقع کی فریم اولی ده فریم میایم جلو و خاصیت استارت رو روی صفر صفر درصد قرار میدیم و یکی فریم میذاریم و اینجا روی 100 درصد قرار میدیم به این شکل شد و حالا واسه اینکه در واقع حرکتشون هم نرم تر بشه ما دوباره همه کی فریم ها رو انتخاب میکنیم کی فریم اسیستنس و ایزی ایز رو در واقع میزنیم به این شکل حالا واسه اینکه که شکل های بیشتری داشته باشیم میرم اینو دابلیکیت میکنیم و شیپ لایر 3 رو در واقع باز میکنیم کانتنت شیپ یک رو ما چیکار میکنیم پاک میکنیم حالا همین ابزار پنتول رو انتخاب میکنیم و یک شیپ دیگه در واقع ما رسم میکنیم به این شکل و الان این دوتا رو داریم خب یک بار دیگه اینجا کلیک میکنیم دوباره شیپ س رو انتخاب میکنیم و یک شکل دیگه یک خط دیگه در واقع اینجا رسم میکنیم از پایین این دفعه بره بالا و این هم به این شکل خب و میتونیم یه خط دیگه هم رسم بکنیم ولی حالا ترجیح میدم در واقع دوباره شیپ لایر 3 رو کنترل دی میزنم تا دوپلیکیت بشه باز میکنم قسمت کانتنتس رو و هر دو تا این شیپ ها رو پاک میکنم و یک شیپ جدید در واقع اینجا من رسم میکنم به این شکل الان این حرکت به این شکل هست خب میتونیم سرعت اینها رو هم کم و زیاد بکنیم به این شکل که مثلا کلید یو رو میزنیم کی فریم نمایش میدهیم دوتا آخری ها رو میگیریم و یک مقدار نزدیک دوتا کی فریم اولی میکنیم به این ترتیب با سرعت زودتری اون بالایی حرکت میکنه خب حالا من یه کار دیگه هم میخوام بکنم در واقع ابزار تکست رو که داریم کلید یو رو میزنیم اینجا که آخر کی فریم هست کلید شیف رو میگیریم و روی این کی فریم قرار می گیریم. از حالت انتخاب خارج میشیم و یک راست کلیک نیو تکست و یک علامت اد ساین در واقع می نویسم و این رو من اینجا میخوام که قرار بدم اد ساین رو میخوام رنگش آبی باشه و کلید P، پوزیشن یکی فریم ایجاد میکنم کلید T، پوزیشن هم چی اوپاسیتی هم یکی فریم ایجاد میکنم و کلید U رو میزنم تا جفت کی فریم ها رو بر من بیاره 15 فریم میرم جلو و دوباره برای این دوتا خاصیت یکی فریم ایجاد میکنم به اولین کی فریم ها بر میگردم و یک مقدار پوزیشن رو تغییر میدم به این ناحیه خیلی کم و اپاسیتی رو صفر میکنم و حالا دو تا کی فریم پوزیشن رو انتخاب میکنم راست کلیک کی فریم اسیستنس و ایزی ایز به قسمت در واقع گراف ادیتور میرم و این کی فریم رو من به این شکل این سرعتش رو تغییر میدم اگر که این محیط رو به این شکل نمی بینید فقط کافی راست کلیک کنید و ادیت اسپیت گراف رو انتخاب کنید خب الان کار ما تموم شد ببینید به این شکل شد حالا برای برگشتش من کل این لایه ها رو انتخاب میکنم راست کلیک و پری کامپوز خب من میخوام که روی سه ثانیه قرار میگیرم این لایه رو انتخاب میکنم یعنی این کامپوزیشن رو انتخاب میکنم از قسمت ادیت روی اسپلیت لایر کلیک میکنم این بالایی رو نیاز ندارم پاکش میکنم و از این کامپوزیشن یه دوپلیکیت میسازم کنترل دی حالا این لایه بالایی رو میگیرم میکشم میارم جلو با کلید شیفت که اینجا بچسبه به این تایم لاین به انتهای لایه پایینی بچسبه روش رایت right کلیک میکنم از قسمت تایم تایم ریورس لایر رو انتخاب میکنم الان این در واقع به این شکل شد یعنی شکل ما ایجاد میشه و بعد دوباره برمیگرده شما میتونید این رو در پایین عکس ویدیو یا هر چیزی قرار بدید به این شکل یه دونه بکگراند مثلا من میارم و این دوتا رو دوباره انتخاب میکنم راست کلیک یه پریکامپوز کامپوز میسازم که بشن یک لایه و کلید اس رو میزنم تا اندازش کوچیک بشه و جابجاش میکنم میارم این پایین الان به این شکل این در واقع اینجا نمایش داده میشه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید این یک موشن گرافیک خیلی ساده بود برای شروع کار لطفا هر گونه نظر انتقاد پیشنهاد یا درخواستی برای آموزش دارید در قسمت کامنت های این ویدیو برای من بنویسید تا در اسرع وقت اون رو تهیه کنم و براتون ارسال کنم لطفا اگه کانال رو سابسکرایب نکردید این کار را انجام بدید تا از ویدیوهای آینده من مطلع بشید موفق و پیروز و سالم باشید خدا نگهدار